شوهر من هرگز پاشو به دفتر جنبش متاسفانه یا خوشبختانه نذاشت، میگفتن حرفی برای گفتن ندارم، نمیتونم برای خودم تبلیغ کنم، من هرچی که دارم مینویسم توی جنبش. بله. شرکت نمیکرد، مردمم سراغشو میگرفتن، عکساشو میخریدن، عکساشو به دیوارا چسبونده بودیم، کتابا رو گذاشته بودیم، یه دنیای کوچکی درست کرده بودیم که خیلی خیلی خوب بود. و جنبشم روزای یک شنبه منتشر میشد و من هر یه شنبه بیدار بودم ببینم صدای روزنامه فروش محلمون میومد جنبش جنبش و مردم میخریدن، بچه های جوونی بودن که میومدن 100 تا 50 تا میگرفتن و میبردن سر چهارراه میفروختن، پولشو برای خودشون ذخیره میکردن برمیداشتن، دانشجو بودن دانش آموز بودن. جنبش تا 95 100 هزار تیراژ پیدا کرده بود. در حقیقت یه روزنامه شده بود که جز از آزادی و حقوق مردم حرف نمی‌زد. بله، از برادرم همیشه با خوشحالی میگفتش که جنبش یه روزی میشه لوموند ایران. بله. ولی خب اینا همه موقتی بود، همه یک قطرات آزادی، بارون آزادی بود که ریخ به سرزمین ما و خیلی زود خوش. بله، بله. به طوری که کم کم حزب جمهوری اسلامی مسلط شد در همه اوضاع. بعد انتخابات مجلس خبرگان بود، گروه های سیاسی همه با هم ائتلاف کردن، بعد آقای دکتر سامی خدا رحمتش کنه از جاما و آقای مسعود رجوی از مجاهدین آمدن منزل ما که اگر شما مایلین جنبش، ما با سازمان اسلامی شورا و با آقای دکتر پیمان ما هم یکی بشیم و کاندیداهای مشترک بدیم برای مجلس خبرگان. البته قبلا شعار من نوشته بودیم نه این مجلس خبرگان نیست، این نه مجلس خبرگان است نه مؤسسان، نه خبرگان نه قابل شرکت. خب اینو البته می نوشت اینا رو، ولی اونا می گفتن که ما باید ما چهار تا پنج تا گروه هم با هم یکی بشیم که ما هم یه سری کاندیدا بدیم که غیر از کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی باشه. این مجلس نه خبرگان است نه مؤسسان، در نتیجه من در آن انتخابات شرکت نمی کنم. بله بله بله. بعد آقای دکتر سامی و مسعود رجوی روستو آمدن منزل ما و صحبت کردن. بالاخره ایشون هم گفتن که من تنها تصمیم نمیگیرم، من با آقایون جنبش دوستان جنبش در میون میذارم و اگر موافقت کردن ما شرکت. با ایشون با دوستان جنبش آمدن منزل ما، جلسه بود و همه خیلی اظهار شوق کردن که ما هم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت. بعد خب ما پنج گروه جنبش جاما، جنبش اسلامی شورا و سازمان مجاهدین خلق ایران و آقای دکتر پیمان، تا همه اونا یه رنگ و ظاهر مذهبی داشتن و ما نداشتیم. ما سوسیالیست های لائیک بودیم که به قول فرانسوی ها یا به قول خودمون دین رو از دولت جدا می دونستیم و فکر می کردیم که وظایف دولت چیز دیگریست، با مذهب نباید باتیش. ما کاندیداهایی معرفی کردیم، 10 تا کاندیدا که آقای طالقانی توی همه دسته ها بودن، البته حزب جمهوری اسلامی نه، ولی ما آقای طالقانی رو معرفی کردیم. بعد برادر من بود، آقای دکتر لاهیجی بود، شوهر من بود، آقای گلزاده غفوری بود، خانم طاهره صفارزاده بود، آقای دکتر پیمان بود، آقای ناصر فخرایی مال از طرف آقای جامی، چون جامی وزیر شده بود اون موقع. و انتخابات البته با تقلب انجام شد، مثل تمام انتخاباتی که ما همیشه انتخابات داشتیم از اول تاریخ مشروطیت تا الان، ولی همیشه تقلب هم توش بوده و صندوق ها جا به جا می شده. در هر حال آقای فخر سلطانی ولی من اسلامی بیشتری رأی آورد و من خودم در حوزه در خونمون شهرداری که رفته بودم دیدم عده مردم میان، بیچاره ها سواد ندارن، خانم های با چادر سیاه میان، خانم های بی حجاب میان،
بعد دم در یک کسی واسطه بود میپرسید که خانم اسلامی میخوای یا غیر اسلامی. اون بیچاره میگفت اسلامی میخوام، اونم لیست حزب جمهوری اسلامی رو میداد دستش، ده نفر جمهوری اسلامی. در آرا رعیا که خونده شد، ده نفر جمهوری اسلامی اول شدن که آخرشونم آقای حسن عرب، منیره گرجی، هر کدوم یه میلیون خورده رعیا بردن. نفر یازدهم شوهر من شد با 30,000 رعی، یعنی شوهر من 1,000,000 رعی از آقای حسن عرب و منیره گرجی که در خونه آقای خمینی آشپز بود کمتر رعی بود. در هر حال نفر یازدهم هم آقای رجبی شد. همیشه این قصه براش موند، ولی در خب مجلس خبرگان هم تشکیل شد و مجلس خبرگان قاعدت هم باید برای یک ماه بود و طولانی شد. اینا همه یادشونه که آیت الله طالقانی روز اول رفت رو زمین نشست و اعتراض خودشو به این مجلس به این وسیله اعلان کرد. بله. آقای بهشتی هم که در صدر مجلس نشسته بود، از البته آقای منتظری رئیس مجلس انتخاب شده بود، ولی همه کار آقای بهشتی بود و شروع کردم به تصویب قانون اساسی. البته قانون اساسی هم داستان خودشو داره. بله. اونی که در زمستون 57 به دعوت کمیته دفاع از حقوق بشر، برادر من دکتر لاهیجی، آقای حبیبی، دکتر حبیبی، آقای دکتر جعفری لنگرودی و آقای فتح‌الله بنی‌صدر، برادر آقای بنی‌صدر، دعوت شدن به حسینیه ارشاد برای تهیه طرح قانون اساسی. اینا به طور مخفی این کارو میکردن برای که هنوز رژیم قبلی سر کار بود و این یه جرم خیلی بزرگی بود. بعد مطالعه کردن قانون اساسی الجزایر، قانون اساسی فرانسه، بلژیک، واسه مطالبی در آوردن و برای این به خط برادر من اصلا نوشته شده. و بعد از انقلاب این طرحو گفتن که باید ببریم که خب خدمت آقای خمینی هم ببر. اینا پاشدن رفتن همشون قوم و طرحو بردن و برادرم میگفت آقای خمینی گفته زودتر طرحو دستید برسونیم برای اینکه دیگه دست آخوندا نیفته و چیزایی بهش اضافه کنن. بله. ولی دو هفته بعد طرح منتشر شد، به کلی با طرح اولیه متفاوت بود. اولا اصل ولایت فقیه توش بود. در طرح اولیه زنا حق داشتن رئیس جمهور بشن، در انتخابات شرکت کنن. در این طرح جز اسلام و شریعت و اون فکر میکنم که همه زیر سر خود آقای خمینی بود. برای که آقای خمینی میدونست که چی میخواد. هیچ کس نمیدونست چی میخواد جز خود آقای خمینی که میدونست که این رژیم که میره رژیم بعدی رژیم اسلامیه و شریعت. بله. همه شریعت. بله. در حال برادر من یه مقاله خیلی مفصل نوشت، نقد تحلیلی بر پیشنویس قانون اساس، که در حدود 10,000 تا بازار چاپ کرد، پخش کرد، ما هم در جنبش پخش کرد. البته فراموش کردم بگم از اعدامای دیوانواری که توسط آقای خلخالی انجام میگرفت و اعدامای دیوانواری که بعد از انقلاب بدون محاکمه مخصوصا آقای حویدا اعدام شد، در حالی که قبل از اینکه اعدام بشه در زمان شاه شوهر من یه اعدامیه داده بود که اعدام جرم کرده بود برای حویدا، برای تمام وزرای اسبق و سابق و کنونی ایشان، و موقع محاکمش از شوهر من دعوت کردن که شما به عنوان این اعدام جرم در این محاکمه شرکت کنی. شوهر من گفت من در این محاکمه غیرقانونی شرکت نمی کنم، این حق دفاع از خودش نداره، حق وکیل نداره، من در این محاکمه شرکت نمی کنم. اون مال زمانی بود که زمان شاه بود که من اینو نوشتم. متاسفانه اشتباه شاید نمیدونم، من این فکر رو همیشه می کنم که اینا همه زندانی شاه بودن. کاش که وقتی می خواست بره اقلن به فکر اینایی که یک عمر جلوش تعظیم کرده بودن و نوکریشو کرده بودن در حقیقت، اقلا اینا را میذاشت توی هواپیما میبرد که آقای آزمون اعدام نمیشد، آقای لیکفه اعدام نمیشد، اینا اعدام نمیشدن، اینا حبیدا اعدام نمیشد، اینا را با خودش میبرد که نبود و اینا خب متاسفانه اعدام شدن. حبیدا ناجوان مردانه اعدام شد بدون اینکه حتی یه دادگاهی تشکیل بشه و توضیحی ازش بخوان که 13 سال نخست وزیریش و
و چه صورت بود، چه جوری بود که بعد که به قول خودش گفته بود که گفته بودن که اعلیحضرت سفیر انگلیس ازش پرسیده بود که شما با اعلیحضرت حرف نمیزنین، گفته بود چرا، ایشون همیشه میگن که من میگم شما گوش کن، بله ایشون میگن ما هم گوش میکنیم. خب اینا بالاخره یه چیزایی بود که برای تاریخ ایران، برای آینده ایران ارزش فراوان داشت و اینا همه وسیله این یه مش آخوند بی سواد بدون وجدان همه از بین رفت. اینا بله. اضافه کنم به اعدام های بعد از اون. بله ولی باید آرزو کنیم که ای کاش به جای اینکه آرزو میکردیم شاه اینا رو میبرد، آرزو میکنیم که ای کاش که خمینی به وعده ها و حرف هایی که زده بود پایبند بود. تمام و دروغ گفته. بله. تمام میدونست که چی میخواد. دقیقاً. میدونست که باید رژیم ایران اسلامی بشه و ضد آزادی. اسلامی که این ولایت مطلقه فقیه. سخنانیاشو گوش میده میگه من توبه میکنم که به شما آزادی دادم. بله. اصلا تو برای چی اومده بودی؟ مردم که این همه کشته داده بودن، از رو خون این همه جوان رد شده بودی آمده بودی و بگی توبه میکنم. بعد رفتارش با آقای طالقانی چجوری بود، بعد اون بازی که در بود آقای طالقانی بیچاره غر کرده بود، رفته بود تا شهریور 58 که فوت کرد آقای طالقانی. بله. ما جنبش رو کم کم در می آوردیم و اوضاع خوب نبود. قانون اساسی باید به تصویب می‌رسید، جنبش در قانون اساسی شرکت نکرد. شوهر من 25 سال ممنوع خروج بود، پاسپورت نداشت، برادراش گفتن اعصابت ناراحته بیا بریم یه ماه بریم اروپا. در سال 57 کمیته انجمن جهانی حقوق بشر در شیکاگو جلسه داشتن، از شوهر من دعوت کرده بودن، ما سه بار رفتیم شهربانی، آخرش اون افسر گفت آراحت جوادی نیاد، به شما پاسپورت نمیدم، به شوهر من اجازه خروج ندادم 25 سال، حالا ممنوع ورود به ایران عیبی نداره. ولی بعد پاسپورت گرفت، یه ماه رفتم اومدم فرانسه بعد انقلاب، بعد در همین موقع قضیه گروگانگیری سفارت پیش اومد، خبرنگار فرانسوی روزنامه لیبراسیون آقای پیر برانشه به من زنگ زد گفت چی شده این پایان انقلاب شما و انقلاب شما از شکل افتاد. دقیقاً. بعد شوهر منم بعد از اومدن به ایران مقاله نوشت، تنها کسی بود که به این گروگانگیری اعتراض کرد، در مقاله نوشت که توپخانه ای که دروغ شلیک. بله. و با 18 سوال کرد که ما اگر بخوایم ضد آمریکا باشیم، ضد امپریالیسم باشیم، ما باید کار کنیم، ما باید آزادی بدیم به مردم، نه که سفارتشون رو بگیریم به گروگانگی بگیریمشون، از رو پرچمشون رد چیم، یا یه بگیم مرد بر آمریکا چیزی دارد نمیکنه، ذهن مردم رو باید روشن کرد برای جلوگیری از استثمار و استبداد گریبانگیر ما هست در 100 سال اخیر. بله. در حال این مقالم باز خیلی پخش شده. بله. در بازار آقای حاجی بازشی خیلی تهمت میکشید. بله. این مقاله رو پخش کرد و بعد جریان گروگانگیری هم اینجور به صورت افتضاح، یعنی به صورت یک آبروریزی برای مردم ایران شد. توپخانه ای که دروغ شدید. بله.